بهترین نوعی که میشه کانسپت ریینکارنیشن رو درک کرد یا تناسخ روح اینه که وقتی نگاه طبیعت کنید. شما وقتی که نگاه طبیعت میکنید، نگاه یه درختی میکنید، پاییز برگش میریزه، زمستون خشک 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 میشه، حتی اگر ساقش رو تاچ کنید میبینید به نظر میاد که هیچ روحی درش نیست، به نظر میاد که کاملا همه چیشو از دست داده. ولی دوباره بهار میشه، دوباره درخت برگ میکنه، گل میکنه، میوه میاره تا یک مدتی، بعد دو مرتبه میره توی یک سایکلی که یا خواب میره و دوباره بر میگرده. و شاید جالبتر از اون باشه که یه چیزی که من خودم تجربه کردم، سال پیش در کلابسس یک آتش سوزی خیلی بزرگی شد. تپه هست جلوی خونه ما و تمام این تپه در آتش سوخت. کاملا سیاه سیاه شد. حدود دو ماه پیش ما رفتیم هایکینگ. من تو این قسمت شروع کردم راه رفتن. هیچی نبود غیر از خاک سیاه سیاه. کاملا از بین رفته بود. و بعد از این بارونایی که در عرض چند هفته گذشته این تپه دوباره پر از سبز شده. یک شنبه این هفته رفتیم راه رفتیم دیدیم تازه گلم داره میاد. رینکارنیشن هم در حقیقت یک سایکله. برای اینکه بهتر درکش بکنیم، ما میدونیم که حتی کاتولیک ها هم تا قبل از کانستانتین به رینکارنیشن عقیده داشتن و کتاب هایی هم بود، ولی کانستانتین به خاطر اون قدرتی که میخواست از دریچه مذهبی استفاده بکنه برای چیزهای خودش، برای اجنده‌های خودش، این کتاب ها رو برداشتن و دیگه پرکتیسش نمی کنن. ولی حتی در مسیحی هم وجود داره. ما حتی می دونیم که در تورای خودمون، در سیدورمون، دعایی که هر روز می خونیم، ما یکی از دعایی که هر روز می خونیم، صبح و عصر و شب می خونیم، در لحش، در عمیدا می گیم که باروخ حتی ادونای مخیه همه تیم، یعنی دوباره رستاخیز بشه و دوباره همه دنیا بیان. اصولا عقیده ما بر این هست که وقتی که دوره ماشیخ خواهد شد، زمانی خواهد بود که هر کی که از بین رفته دوباره برگرده. پس این کانسپت برگشت روح، تناسخ روح، یا همینطوری که اکچولی گیلگول که به معنی تناسخ میشه، گیلگول یعنی مثل یک ویل، مثل یک چرخ که حرکت میکنه، زندگی هم به این صورت هست. برای که دقیقاً درک بکنیم، بخوایم رینکارنیشن رو درک بکنیم، گیلگول نشامات رو درک کنیم، باید برگردیم سر یکی از اولین کلاس‌هایی که کبالا داره. و میدونم که ممکنه خیلی از شما تشریف نداشتید و ندیدید این کلاس رو. کانسپتی هست که قبل از اینکه این دنیای فیزیکلی به وجود بیاد، قبل از اتفاق بیگ بنگ، فقط یک کانشسنس وجود داشته، یک انرژی وجود داشته، همون چیزی که بهش میگیم خدا. یک نوری بوده، یک انرژی بوده، یک انرژی داره، یک لول کانشسنسی بوده که به اسمش رو میذاریم خدا. و بعد خدا میاد از خودش، از وجود خودش، از انرژی خودش یک وسلی رو درست میکنه. که بتونه نورش رو منیفست بکنه، نشون بده. این وسل یا سول اوریجینال چیزی هست که به عنوان اوریجینال سول در جودیزیام، در کبالا و در تمام و حتی در ساینس بهش آشنا میشیم. و یک اوریجینال سولی وجود داشته، یک اوریجینال روحی وجود داشته و این اوریجینال روح تبدیل میشه به آدم و حوا، به آدم اریشون. این اوریجینال سول، این اوریجینال نشاما، روح، هر چی که بخوایم اسمش بذاریم، تبدیل میشه به تمام انسانهایی که در کره زمین وجود دارن. آری آقادوش برای ما توضیح میده که همه ما، تمام مردم دنیا، برمیگردیم همه به یک سول آدم و حوا، آدم اریشون. و هر کدوم از ما از یک قسمتی از سول آدم میایم.
هر کدوم اون از قسمتی از سول آدم میره. اگه آری توضیح برای ما میده که اونهایی که ایمجین کنید از قسمت دست آدم علیشان اومدن، یعنی وقتی که سول آدم علیشان تجزیه میشه و تبدیل شده به تمام انسانهایی که روی کره زمین هستن، آری برای ما توضیح میده که اگر فرضاً کسی از قسمت دست آدم اومده باشه، خیلی با دستاش هنرمنده، میتونه نقاش خوبی باشه، میتونه کارپنتر خوبی باشه. کسی که از طرف قلب آدم علیشون میاد، از نظر احساسی بالاتر از کسی دیگر است. کسی که از قسمت مغز آدم میاد، ممکنه خیلی باهوش باشه، ممکنه خیلی از نظر کانشسنسی در لول بالایتری باشه. اینی که همه ما از یک سول میاد. همه ما از یک سول میاد. ما یاد گرفتیم که آدم و حوا در بهشت خطا کردن، اشتباهی کردن. و به خاطر این اشتباه هست که این سول تجزیه شد، تبدیل شد به تمام این سولهایی که الان در دنیا وجود داره و کار همه ما فیکس کردن یا کرکت کردن اون اوریجینال سینی بود، اوریجینال گناهی بود که آدم و حوا کردن. اینه که هر کدوم از ما یک کار به خصوصی رو داریم، هر کدوم از ما یک کرکشن به خصوصی داریم، یک تیکون به خصوصی داریم، چون هر کدوممون یک قسمتی از این سول هستیم، یک ذره ای از این سول هستیم. هر کدوممون یک تیکون و یک کارمایی یا هر چی که میخواهید اسمش بذارید، یک سرنوشت به خصوصی داریم. ولی دوباره همه برمیگردیم به همون اوریجینال سول. یه مثالی که کابالیستا میزنن، میگن فرضاً اگر شما نگاه یک کوهی کنید، یک کوهی رو در نظر بگیرید، اسمش رو میذارید کوه، اسمش رو میذارید ماونتن، رایت؟ یه ماونتن یک کامبینیشنی از سنگ و صخره و هر چیزی که این کوه رو به وجود میاره هست. حالا اگر شما رفتید از روی این کوه یک قلب سنگی رو برداشتید، آوردینش خونه، دیگه بهش نمیگین کوه، بهش میگین سنگ، right؟ ولی هنوز این سنگ مربوط به اون یا قسمتی از اون کوه هست. سول هم اون اوریجینال سولی که خدا درست کرد، همونطوری که در تورا یاد میگیریم، میگه که خدا در دمید، در اون سول آدم دمید و خودش رو به شکل انسان، رو به شکل خودش در آورد. یعنی چی؟ یعنی چون اون سولی که خدا به وجود آورد، اون سولی که به عنوان آدم علیشان میشناسیم، به عنوان حضرت آدم میشناسیم، چون یک اکستنشنی از نور خدا بود، درست مثل همون حالت سنگ در مقابل کوه هست. یعنی آدم هم یک ذره از نور خدا درش هست، یک قسمتی از خدا هست. وظیفه ما چیه؟ در حقیقت سول ما برای چی به این دنیا میاد؟ هدفش چیه؟ هدفش اینه که اون اشتباهی که کرده، خطایی رو که کرده فیکس کنه و برگردونه خودشو به سورسش، برگردونه خودشو به نور خدا بچسبه. و این یک سایکلی طول میکشه و هر کدوم از ما یک فرصتی پیدا میکنیم در طول زندگیمون، فرصتی پیدا میکنیم که بتونیم اون کرکشن هایی که فقط مخصوص خودمون هست، و چون هر کدوممون یک ذره ای از این اوریجینال سول هستیم، هر کدوممون یک کرکشن به خصوصی داریم. ممکنه که کرکشن ها نزدیک به هم باشه، ولی هیچ وقت در عمق یکی نیست. به خاطر همینه که اون چیزی که ممکنه برای شما آسون باشه، برای دیگری سخت باشه. کرکشن کسی که حساس هست با کرکشن کسی که منطقی هست کاملا فرق میکنه. اینه که همه ما یک قسمتی از اون کرکشن کلی هست. اینفورمیشن های مختلفی وجود داره در رینکارنیشن. هفته پیش راجع به لول های سول هم صحبت کردیم. یاد گرفتیم که یک سول 5 تا لول مختلف داره: نفش، روح، نشما، خیا و یخیدا. 5 تا لول هست و کرکشن های لول های مختلف
روح هم فرق میکنه. نفش اون قسمتی از قسمت روح ما هست که کمک میکنه به قدرت فیزیکلی ما، در خون زندگی میکنه، و اون قسمتی از روح ما هست که در حقیقت به ما یاد میده که به فکر خودمون باشیم، غذا بخوریم، به خودمون برسیم، خودخواه باشیم، خودپسند باشیم، نگران خودمون باشیم. اون قسمت نفش هست. بعد قسمت بالاتری وجود داره به عنوان روح، که بهش در فارسی هم میگیم روح، شاید اسم روح از روح اومده. لیک لول بالاتری هست، یعنی وقتی که من غرور خودم رو کنترل میکنم، خودم رو کنترل میکنم، زبونم رو کنترل میکنم، دستم رو کنترل میکنم، تازه میرسم به یک کارکشنی، به یک طبقه بالاتری از تصحیح کردن روح. بعد از اون هست نشاما و بعد از اون هست روح خیا و یخیدا. حالا بذارید بعدن راجع به دیتیل اینا صحبت میکنیم، یه خورده تکنیکاله ولی فقط for the information. آره، یه قادوش برای ما توضیح میده که وقتی که یک سولی میخواد به این دنیا بیاد، قبل از اینکه به این دنیا بیاد، اون سول دقیقا انتخاب میکنه پدر و مادر خودشو، انتخاب میکنه جایی که قراره بیاد تو این دنیا، به خاطر که اون کرکشنی که احتیاج داره، اون تیکونی که داره، سول هست که انتخاب میکنه. یعنی شما بودین که انتخاب کردین پدر و مادرتون. وقتی که یک زن و مرد به هم نزدیکی میکنن و موقع کانسپشن فرشته گابریل، فرشته گابریل مسئول هست که اون سولی که پرفکت هست، یونیون این زن و مرد رو بیاره، بهش آفر بکنه که اگه میخواد بیاد توی زندگی این زن و مرد، و اون دیزایر اون سول هست که بیاد بشه بچه اون کاپل. پس این یه کانسپت خیلی مهمه شناز جون، یکی از چیزهایی که شما اشاره کردیم، که بدونیم، که خیال نکنیم. ببینید حتی در سایکولوژی میگن ما انتخاب نکردیم که پدر و مادرمون کی هست، ما فقط دوستانمون انتخاب میکنیم. نات کابالا. یاد در سایکولوژی بعضیا میگن که اوکی، پدر مادرت که خودت انتخاب نکردی، خواهر و برادرت هم که انتخاب نکردی، اگه بهت هارد تایم میدن، اگر سخته واسات، لیو هم. That's not Kabbalah. یه بعضی از سایکولوژی‌ها میگن اگر رفتی خونه مادرت داره کلت رو میخوره، معذرت میخوام، از این گوشت گوش کن، از این گوشت در کن، اهمیت نده. That's not Kabbalah. Kabbalah هیچ وقت راه آسون رو در جلو آدم نمیذاره، چاره رو به همون میده، سلوشن رو به همون میده. It's not about comfort zone. یعنی ممکنه که بشه سایکولوژیست برید بگید برادر من به من هارد تایم میده، پدر من ابیوزره، مادر من اینه اونه. ممکنه سایکولوژیست بهتون پیشنهاد بکنه که اوکی، you don't have to go with your mom, forget about your brother, خواهرت هم ول کن، برو یه جای دیگه. That's not Kabbalah. چون در Kabbalah یاد میگیریم یکی از پوینت های یاد گرفتن reincarnation اینه که من خودم پدر و مادرمو انتخاب کردم. یعنی اگر یک پدر و مادری حتی ابیوزر بودن، بچه میدونه، سول بچه میدونه که برای کرکت کردن زندگی خودش احتیاج به همچین پدر و مادری داشته، حتی احتیاج به همچین خواهر و برادرایی داشته، چون میدونه که از زندگی قبل که به این زندگی اومده، کرکشن هایی که داره، تیکون هایی که داره با تمام کسانی که اطرافش هستن. اینی که اگر رفتید پیش یه سایکیکی که انشالله نرید، یا رفتید پیش یه فالگیری که انشالله نرید، و این فالگیره گفت که تو زندگی قبلی پادشاه انگلستان بودی، باورتون نشد. اگه گفت ملکه روسیه بودید، فرگره بارد. ما بر میگردیم به همون جایی که با همون کسایی که تو زندگیمون بودن. یعنی اگر بهتون گفتن تو زندگی قبلی شاهزاده اسپانیا بودی، احتمالاً پدر مادرت هم شاهزاده اسپانیا بودن. It's not really so sweet. The reality is something else. The reality is که تمام کسانی که توی زندگیتون هستن، تمام فامیل ها، مخصوصاً پدر و مادر و خواهر و برادر و کازینای اطراف، همه اینها در زندگی قبلیتون بودن و انتخاب کردید که برگردید پیش اینا. اینه که ما از هیچ چیزی فرار نمی کنیم. نه از پسر خاله بد اخلاقم فرار می کنم، نه از دختر عموی
خوش اخلاقم. No such a thing. هر کی که توی زندگی من هست یک قسمتی از کرکشن من هست و سول من انتخاب کرده که بیاد تو این دنیای باهاشون دیل کنه. اینه که ما فرار نمی کنیم از چلنج ها. ما در کبالا یاد میگیریم که هر لحظه زندگیمون با تمام کسانی که در زندگیمون هستن یک موقعیتی هست، یک اپورتونیتی هست برای کارکت کردن خودمون. این ناتشل واسهتون بگم که ما اومدیم توی این دنیا و احتمالاً چند بارم زندگی کردیم. چند بارم زندگی کردیم و تنها هدفی که توی این دنیا داریم که خودمون رو عوض کنیم. خودم رو عوض بکنم. چون سول من میخواد که من عوض شم. نه اینکه پدرم رو عوض کنم، نه اینکه مادرم رو عوض کنم، نه اینکه خواهر برادرم رو عوض کنم. And the news is you cannot change anybody. هیچ کس رو به هیچ وجه نمیتونی عوض کنی. تنها خیلی زرنگوشی میتونیم خودمون رو عوض کنیم. آریا قدوش برای ما توضیح میده که توی تورام میگه که اگر تو خطایی کردی من تا چهار نسل تو ازت انتقام میگیرم. این جمله سطحی تورا رو آریا قدوش میاد برای ما توضیح میده. میگه که ما معمولاً تا چهار بار این چانس رو پیدا میکنیم که گلگل شیم برگردیم توی این زندگی. وقتی که تورا میگه که اگر تو کار بدی کردی من از چهار نسل تو انتقام میگیرم، فقط این فیس ولیوه. در حقیقت یعنی چهار بار معمولاً تا چهار بار، البته اکسپشن هست، تا چهار بار روح ما برمیگرده. و اگر در طول این چهار بار که برمیگرده من تونستم یواش یواش خودم رو کرک کنم، خودم رو درست بکنم و اضافه نکردم به اون بارم، خدای نکرده تاریکتر نشم، یعنی اگر من چهار بار برگردم و هر دفعه بدتر و بدتر شم، تاریکتر و تاریکتر شم، دیگه دفعه پنجم به شکل انسان برنمیگردم. تکرار میکنم، اگر من به جای اینکه خودم رو کرک کنم، خودم رو درست بکنم، کارکشن رو انجام بدم، اگر این کار رو نکنم تا چهار بار فرصت هست، معمولاً سه یا چهار بار، مکسیموم چهار، دفعه پنجم ممکنه که تبدیل بشم به یک پرنده‌ای، به یک حیوانی، به یک گیاهی و خدای نکرده بدترینش هست که تبدیل بشم به یک سنگی. اینم بگم که بدونیم، یه چیز کیوتی هم براتون بگم. کی میشه سنگ؟ خدای نکرده کی تبدیل میشه به سنگ؟ یه نفر که فقط کارش لاشون هارا باشه. اگر یکی تمام وقت صبح تا شب نشسته خدای نکرده لاشون هارا میگه، there's not much of a chance. میگن این forget about it. خب ربای اشلاق، یکی از کبالیستای قرن بیستم، خیلی جالب میاد میگه که ما انسان ها در حقیقت سه جور سول وجود داره. ایشون توضیح میدن که سه نوع مختلف سول وجود داره، سه نوع مختلف روح وجود داره. یکیشون اسمش میذاره درخت ها، سول هایی که مثل درخت میمونن. بعد ایشون توضیح میده که it's very funny, it's interesting که چجوری چقدر شیرین توضیح میده ربای اشلاق. میگه به اون سولهایی که میگه سولهایی که مثل درخت هستن، این سولهای جوون هستن. سولهای جوون معمولاً they're here to have fun. اونایی هستن که خیلی راحت زندگی میکنن، خودش رو درگیر هیچ مسئله‌ای نمیدونن. They're happy go around, they're here to have fun. They're only here to have fun. خوش بگذرونن، نه درگیر مسائل هیچ چیزی میشن، نه به کسی کمک میکنن، نه رو خودشون کار میکنن. They're only here to have fun. بعدم میگن همه چیز خوبه و واه واه beautiful life. نه خیرشون به خودشون میرسه، نه خیرشون به دیگری میرسه. بعد میگه نوع دوم سولها، مثل بهش میگه سولهای انیمال. اون سولهای گیاهان بود. نوع دوم میگه سول انیمال. من وقتی داشتم این نوتا رو می‌نوشتم نگاه می‌کردم می‌گفتم چطور این کلاس حالا اینو قد
توضیح بدم. میگه اون سول هایی که ربای اشلق اسمشو میزه انیمال، میگه اونایی هستن که بی تفاوت نیستن مثل گروه اول، نه اینکه فقط به فکر خوشگذرانی باشن، بگن دنیا یه همین روزه و let's have fun، به کسی کمک کنن یا نکنن، نه یک مقدار consciousness دارن، یه مقدار میخوان محبت کنن، love سرشون میشه، محبت سرشون میشه، ولی کاندیشنال همه چیز. همه چیز کاندیشناله. یعنی من اگر محبت کردم در مقابلش محبت میخوام، اگر خدمت کردم در مقابلش خدمت میخوام، در مقابلش ریکاگنیشن میخوام، در مقابلش what is it for me. محبتم اجندا داره، یک کاندیشن داره. و بعد میگه در درجه سوم نوعی هستن که دیگه بهشون اسمشون اسم سولا رو میذاره سولهای انسانی، و اون سولهایی هستن که کانشسنس بالایی دارن، اون سولهایی هستن که سول خودشون رو میشناسن، از خودشون سوال میکنن که why am I here؟ وظیفه من تو این دنیا چیه؟ کار من تو این دنیا چیه؟ کرکشن من تو این دنیا چیه؟ اون سولهایی هستن که خودشون رو عوض میکنن، سولهایی هستن که محبت میکنن، سولهایی هستن که کانستنتلی روی غرورشون دارن کار میکنن، سولهایی هستن که خدمت میکنن به جامعه، سولهایی هستن که they make a difference in the world، سولهایی هستن که به درجه righteousness میرسن، به درجه صدیکیم میرسن، و این سولها هستن که قدرت mind over matter دارن، سولهایی هستن که میتونن به معجزه به وجود بیارن، سولهایی هستن که براشون معنویت خیلی بالاتر از دنیای فیزیکی هست. یه کانسپت دیگری رم تاچ میکنم، البته نه دیتیل، فقط مختصر تاچ میکنم، انشالله کلاسای بعدی بیشتر بهش میرسیم، و اون کانسپت مرگ. مرگ چرا مرگ وجود داره؟ و چرا دوست دارم سوالی که ازتون بکنم اینه که چرا ما از مرگ میترسیم؟ Why are we afraid of death؟ چرا از مرگ ناشناخته؟ خیال میکنیم که ناشناخته است، right؟ خیال میکنیم که چپتر زندگیمون، خیال میکنیم چپتر زندگیمون تمام شده. آیا کسی هست که از مرگ نترسه؟ Very good. Very good. اصولا میگن که نه اینکه خود ستایی باشه، اونم اینطوری خود ستایی، میگن اونایی که اسکورپیو هستن از مرگ نمیترسن. حالا اجازه بدید جوابشو براتون میدم، it's not such a compliment. ولی میگن بشر چرا از مرگ نمیترسه؟ چرا از مرگ میترسه؟ به خاطر که سوله میدونه هنوز کارش رو تموم نکرد. وقتی که سوله میدونه که هنوز کار داره، هنوز مسئولیت داره، هنوز کارش رو انجام نداده، مثل این که داره عصر میشه و من هنوز مشقام انجام ندادم، مثل این که روز داره تموم میشه and I still have a lot to do and I'm not done yet، اون ترسی که ناخودآگاه باره میگیره که حالا توی دنیای فیزیکی اسمشو میذاریم unknown، نمیدونم چی شده، نمیدونم چی هست، سوله دقیقا میدونه که این زندگیه یک صفحه از زندگی منه، it's not the whole thing. مرگ به هیچ وجه آخر خط، مرگ به هیچ وجه آخر خط نیست، یک چپتری هست، یک صفحه هست از قصه زندگی، و اون سولی از مرگ نمیترسه، اون سولی از مرگ نمیترسه که کارشو کرده، خیالش راحته، با یک کیس از این دنیا میره، زجری هم نمیکشه احتمالا، مثل یک صدیق آروم بدون درد با آرامش از این دنیا میره. چرا اسکورپیو از سول از مرگ نمیترسه؟ بذارید این کلیف هنگر باشه برای اون اسکورپیوهایی که تو کلاس هستن، we'll talk about it. It's not a compliment but it's an advantage. یه چیزی که دلم میخواد امشب باهاتون شیر کنم، به درس خیلی قشنگیه توی لول reincarnation. ما
گفتیم که هر کدوم از ما یک تیکونی داریم، یک کارکشنی داریم، یک کارمایی داریم و هر کدوم اون کارمامون با دیگری فرق میکنه، جزئیاتش فرق میکنه. ولی تمام کارماهای دنیا، تمام کارکشنهای دنیا، تمام تیکونهای دنیا فقط به قول آری آقاداش در سه لول مختلف است. یعنی کارکشن هیومن بینگ، تیکون هیومن بینگ در حقیقت در سه لول هست. البته این لول ها بعد تجزیه میشن، اکسپند پیدا میکنن، ولی سه تا پوینت هست که به خاطر اون روح برمیگرده تو یک بدن و احتیاج داره که خودشو کارکت کنه. ایشون توضیح میدن که اولین لول کارکشن انسان، امیر جان you're gonna love this. It's love. ما اومدیم تو این دنیا در درجه اول که عشقو درک کنیم. عشقو بشناسیم. ببینیم عشق توی زندگیمون چیه. در درجه اول من باید عشقو بشناسم، عاشق خودم باشم و بعد عاشق یک هم نوع خودم هم باشم. وقتی که تورا میگه هم نوعت رو مثل خود دوست بدار، ما توی کلاسای کبلا خیلی راجع به صحبت کردیم، راجع به عشق. یعنی در درجه اول من باید عشق رو بشناسم. What is love؟ عشق چیه؟ بعد برای اینکه دیگری رو اندازه خودم دوست داشته باشم، باید اول خودم رو دوست داشته باشم تا بتونم دیگری رو تازه مثل خودم دوست داشته باشم. یعنی چی عشق رو بشناسم؟ یعنی محبت رو بشناسم، یعنی کامپشن رو بشناسم، یعنی تحمل داشته باشم، یعنی زیبایی رو ببینم، یعنی اپریشیت بکنم خودم رو در درجه اول، خوشحال باشم از وجود خودم در این دنیا، اپریشیت بکنم با تمام این قصه‌ای که توی زندگی من هست، با اون چیزی که دارم و ندارم عاشقش باشم، لذتش ببرم. هر صبح که بیدار بشم، وقتی که میگم خدا رو شکر یا میگم باروخ هشم، ترولی درکش کنم و از ته قلبم بگم، با تمام وجودم بگم. It's not easy. اصلا کار آسونی نیست. Imagine من هر روز باید در هر لحظه زندگیم عاشق هر لحظه زندگی باشم. عاشق هر جور فیزیکلی که خصوصیات فیزیکلی که دارم باشم. اگر کوتاهم، اگر بزرگم، اگر زشتم، اگر قشنگم، هر چیز فیزیکلی که دارم و هر چیز متافیزیکلی که دارم، هر جور کانشسنسی که دارم، به هر نوعی که هستم، با تمام خصوصیات خوب و بدم، عاشق همش باشم. یعنی چی عاشق همش باشم؟ من میخوام عاشق اون چیزی باشم که خوبه. نه، اگر من درک نکنم، اگر من هپی نباشم با اون کمبودهایم که تو زندگیم دارم، اگه هپی نباشم، عشق نشناختم. سوله، روح ما توی اکستسی داره زندگی میکنه که این فرصت دوباره بهش داده شده که یک وسلی باشه که برگرده تو این دنیا. اگه به شما بگن آقا جون یک روز دیگه زندگی میکنی، One more day، فردا is your last day of your life، چطور اپروچ میکنید فردا رو؟ چطور نگاهی زندگی میکنید فردا؟ آیا نمیرید به تمام کسانی توی زندگیتون عشق بدید؟ آیا نمیرید همه رو بغل کنید؟ آیا نمیرید به همه محبت بکنید؟ یعنی وقتی که من با تمام وجودم درک بکنم که تمام اون تلنت هایی که توی زندگیم هست
و تمام اون کمبودهایی که تو زندگیم هست خودم خواستم، خودم مسئولش بودم. This is the best scenario for me. این فیلمی که توی زندگی من هست is the best scenario for me. وقتی که سوله تشخیصش میده. و جالب اینه که همه ما مکمل انرژی های پازیتیو و نگاتیو هستیم. خب ممکنه که عاشق پوینت های پازیتیو خودمون باشیم و ممکنه خدای نکرده بگم I hate these aspects of my life. اون کدوم قسمت consciousness منه که میگه I hate this part of my life. It's not your soul. روح نیست. چون روح میدونه که این من لازم دارم. من این مثال بارها زدم. مثال ساده ایه. But it makes a lot of sense. من و شما بیشتر وقتا مثل یک بچه میمونیم. یک بچه 3-4 ساله ای که مریض شدیم. تب کردیم. گلو درد داریم. اینفکشن گرفته گردونیم. We're in pain. High fever داریم. We're burning. تب کردم. گلوم هم درد میکنه. I mean, lot of pain. بعد مادره میاد چه کار میکنه؟ میاد یه سیروپ، یه شربت تلخ آنتیبیوتیک رو مجبور به من بده. هدفی که مادره میاد یک شربت تلخ وحشتناک با تیست smells awful، تیست awful به من میده که گلوی منو میسوزونه چیه؟ که به من کمک بکنه که من اینفکشنم رو از بین ببرم. It tastes bad, smells bad, but it's good for me. But it's good for me. سوله میدونه که کار مادر خوبه. ولی بچه احتمالاً بدنش میگه What are you doing to me? یه بستنی به من بده بخورم. I rather گلو من درد میکنه، ترجیح میدم یه بستنی بخورم گلو خوب بشه. Versus این سیروپ بدمزه. و اگر من برسونم خودم رو به اون لولی که بدونم، کانکت کنم خودم رو به سولم، که درک بکنم که این کریئتور، این خدا دقیقاً اون مادریه که داره به من آنتیبیوتیکمو میده، دقیقاً داره به من اون مدیکیشنی میده که احتمالاً مثل گرفتن سوزن، مثل جراحی، مثل هر چیزی سخته، مشکل، درد داره، ولی is the best thing for me. This is how I'm gonna survive. وقتی که بزرگتر میشیم اپریشیت میکنیم دکتر داره ما رو بیهوش میکنه، میگیم قربون دستت. He's cutting us down. میگیم دستت در نکنه. چرا؟ به خاطر که اون موقع است که من میدونم. یعنی وقتی که من میگم من باید عاشق هر چیزی توی زندگیم باشم، یعنی که دقیقا درک بکنم که خدا دقیقا اون چیزی داره به من میده، مثل اون مادر مهربون که This is the best thing for me to do my changes. به خاطر که من اومدم اینجا خودم عوض کنم. And it's not easy. It's not easy. عشقی که آری آقا داشت صحبتش میکنه، اون تیکونی که ما راجع به عشق داریم، عشقی هست که بدون اجندا باشه، بدون کاندیشن باشه. نه این که من دوستت دارم، بهت محبت میکنم که تو به من محبت کنی. نه این که من به تو لاو میدم چون میخوام کنترلت کنم. نه این که من بهت عشق میورزم به خاطر که میخوام ازت سوء استفاده کنم. نه اینکه به خاطر کمبودم دارم به تو عشق می‌ورزم. بعد تازه در مقابل این ما یه نیروی دارکی از عشق وجود آوردیم که اسمش گذاشتیم تنفر. من از این شخص بدم میاد، من از این رئیس بدم میاد، من از این قوم بدم میاد. اون دیگه التیمت گمراهی، التیمت گم شدن تیکونه. وقتی که میگن تمام جوس تو را اینه که هم نوعت رو مثل خودت دوست داشته باشی، It's not such a simple sentence. یعنی در درجه اول خودتون دوست داشته باش، در درجه اول عشق بورز به اون چیزی که الان توی زندگیت، همین الان، همین امروز، نه اینکه پارسال خوب بود، قربونه ما ایرونی ها، قربونه 20 سال پیش، right؟ قربونه 10 سال پیش، قربونه ایران، right؟ نه 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 نه، قربونه الان، right now. This is the best. I love it. بعد تازه وقتی که رسیدم به این لول،
تازه باید درک بکنم که اگر من خدای نکرده کسی رو دوست ندارم، به هر دلیل خوب و بدی، به هر ججمنت خوب و بدی، هنوز تیکون اولم رو انجام ندادم. یعنی وقتی که کسی رو جاج میکنم به هر دلیلی، یا به هر دلیلی، به خاطر که چه کار دارم میکنم؟ دوباره دارم از خودم دور میشم، دوباره دارم میگم you know what، این آقا توی زندگی من خوب نیست، اینو دوست ندارم، این قسمت فیلمم رو دوست ندارم. No, it doesn't work that way. نه من از چینی ها خوشم نمیاد، نه از کره ها خوشم نمیاد، از اسپانیش ها خوشم نمیاد. I don't like gays. I don't like black people. نه. وقتی که میگه هم نوعت رو مثل خودت دوست داشته باش، نمیگه اون هم نوع خوش اخلاق خوبت رو دوست داشته باش. اصلا مشخص نمیکنه که هم نوعت کی هست. نمیگه زنه، نمیگه مرده، نمیگه سیاهه، نمیگه سفیده. هیچ اکسپشنی توی it's not any exception in it. یعنی چی؟ یعنی تو داری جاج میکنی، یعنی تو عشق نداری، یعنی تو داری عشقی رو که باید داشته باشی تازه اجوری که ازش استفاده بکنی، داری هیت به وجود میاری، سپریشن به وجود میاری. هدف ما برگشتن یک سول همه با هم. یعنی وقتی این کانسپت ماشیخ منیفست میشه که همه دنیا با هم عشق ببرزن، حالا ببینید چقدر چلنج هست توی دنیا، چقدر کورکشن هست توی دنیا، چقدر غرور هست توی دنیا، چقدر ایگو هست، چقدر سپریشن هست. این تکون اول تمام ماست. حالا هر کی توی لولی، حالا هر کی توی لولی، ممکنه من ده نفر توی زندگی من اصلا 9 تاشون دوست دارم، یکیشون دوست ندارم. No, it doesn't work. حالا یکی ممکنه بگه من فقط یکی رو دوست دارم، 9 تا رو دوست ندارم. So این لول فرق میکنه، لول کورکشن فرق میکنه، ولی اسانس جوس بزرگترین تیکون هیومن بینگ is love. Unconditional love. Unconditional love. یعنی من باید درک بکنم اگر یک ریسی وجود داره، یک قومی وجود داره که من بهش حساسیت دارم، دوستش ندارم، It's my tikkun. اگر در فامیل من یک شخصی هست که من دوستش ندارم For all the right reason، عصبانیه، بد اخلاقه، دروغگوه، whatever، و من دارم جاجش میکنم و دوستش ندارم، Imagine you're far away from your tikkun. اون شخصی که توی زندگیتونه در درجه اول، به خاطر که ما دو تا ماشیخ داریم، یه هم ماشیخ بن داوید، یه هم ماشیخ بن یوسف، یه ماشیخی داریم که it's personal. یعنی اگر من comfortable نیستم با surrounding اصلی زندگی، با پدر و مادر، خواهر و برادر، کازین، اون immediate family خودم، با اونا اشکال دارم، تازه هنوز مونده که برسم به global ماشیخ، یعنی I have super issues. تازه وقتی که رسیدم به اون عشق واقعی که میون فامیلم هست، تازه باید اکسپند کنم خودمو، عشق ببرزم به تمام دنیا. ببینید چقدر ما باید خودمون عوض بکنیم، ببینید تا چه درجه من باید برم بالا که هیچ کس و هیچ رنگی و هیچ سولی برای من فرقی نکنه. من خودمو برسونم به یک جایی که هیچ چیزی منو بادر نکنه. اگر چیزی منو بادر میکنه، it's not because he's black or white or Chinese or Arab. The problem is here. من کاملا عشق رو توی خودم به وجود نیاوردم. من هنوز کلکشن دارم. این اگه خدای نکرده از یکی خوشتون نیومد، بدونید که the problem is not them. اونا هستن توی زندگی به خاطر شما. تکونی که بقیه سوال ها دارن، همه سوال ها دوباره، تکون دوم چیه؟ Forgiveness. بخشش. بخشش. ما اومدیم تو این دنیا که یاد بگیریم ببخشیم. Let go کنیم.
ببخشیم، نه اینکه فراموش کنیم، فورگیو کنیم، ببخشیم. من هنوز اگر از کسی دلخورم، من اگر هنوز کسی رو نمیبخشم، for all the good reason، خانم آقایی، for all the good reason، اونی که خیانت کرده، اونی که خونم رو ریخته، اونی که هنوز داره پشت سرم حرف میزنه، اونی که زندگیمو نابود کرده، اونی که چیتم کرده، اونی که whatever reason، هر دلیلی وجود داره، اگر من هنوز نمیبخشمش، هنوز زخمش هست در قلبم، هنوز دارم چوبشو میخورم، هر متافوری وجود داره من دارم I'm throwing at you guys. یعنی چی؟ من ترجیح میدم تو دیروز زندگی کنم، من ترجیح میدم تو یه دقیقه پیش زندگی کنم، من هنوز دلم به حال خودم میسوزه، من هنوز خودم رو دوست ندارم، من هنوز قبول نمی کنم که خدا داره بهترین زندگی رو برای من به وجود میاره، من از خدا بهتر میدونم. I know better than God. این کانسپت forgiveness، این کانسپت let go خیلی پاورفوله، خیلی پاورفوله، خیلی مهمه، خیلی مهمه، به خاطر که من وقتی که فراموش نمیبخشم، نه اینکه فراموش نمیبخشم، let go نمیکنم، I'm stuck in mud، I'm stuck in darkness، I'm stuck into yesterday، I'm stuck in hate. ترجیح میدم هنوز ویکتم باشم، ترجیح میدم هنوز قربانی باشم، ترجیح میدم دیگری رو بلیم کنم، ترجیح میدم دیگری رو بلیم کنم. قانون اول رینکارنیشن، من انتخاب کردم توی این فامیل باشم، من انتخاب کردم پدر و مادرم رو، من انتخاب کردم تو ایران به دنیا بیام، من انتخاب کردم تو شیراز به دنیا بیام، that was a good thing. من انتخاب کردم، the whole thing I chose، من سلکت کردم تمام این مردم رو توی زندگی، و بعد بدونم که تمام اینهایی که توی زندگی من هستم، چه اونهایی که تو ایمیدیت زندگی من هستن، چه آقای پوتین، چه آقای ترامپ، چه آقای خدا بیامرزه صدام حسین، they're all there for a good reason، که من یاد بگیرم عشق ببرزم و let go کنم، let go، به خاطر که اگر let go نکنم I'm stuck in darkness، I'm stuck in my tikkun، خودم رو correct نکردم. Very hard. Very hard. This is not psychology, this is Kabbalah. But it's powerful. It's powerful. لذتی که در بخشش هست، میسوایی که در بخشش هست، جویی که در بخشش هست، در انتقام هیچ وقت نیست. هیچ وقت انتقام آدم آروم نمیکنه. بدتر زخمه رو قویتر میکنه. پاورفول تر میکنه. من از هر کم انتقام بگیرم بگم دلم خنک شد، برای یه لحظه دلم خنک شده، تازه این درده بدترم میشه، هیچ چی رو دوا نمیکنه. فقط بخششه، بخششه که هیل میکنه زخم. پوینت سوم، تیکون سومی که همه ما داریم، we have to learn، باید یاد بگیریم درد چی، pain، درد. Is it too much for one class? No. چرا درد وجود داره؟ چرا درد وجود داره؟ خانم آقایون، منشأ تمام دردهای فیزیکلی هم، منشأ تمام دردهای فیزیکلی هم، it's a spiritual درد، consciousness. تمام دردهای فیزیکلی، سرم درد گرفت، پام درد گرفت، خوردم زمین کات شده دستم دیگه، بابا کجا این اسپریچواله، قربونت برم، right؟ Still is spirituality. آیا درد چیز بدیه؟ خوبه؟ درد لذت بخشه.
نه اگر درد نداشته باشیم سلامتی رو نمیفهمیم. درد زایمان درد زایمان اپرنتلی مردا که they don't go through it ولی میگن is the most painful dad, right? Most painful dad. شده یه خانمی بچه بذار بگه دیگه من بچه نمیارم به خاطر درده. درد باید باشه که لذت راحتی ببریم. Good, good. هدف اصلی درد توی زندگی برای چیه؟ بیدارم. منش پاک شدن نشامه است. Very much. Cleansing. درد. وقتی که یک دردی میاد به طرف من فیزیکلی باشه، اموشنالی باشه، حتی پام خورده به گوشه صندلی، آقا نصف شب راه میرفتم رفتم آب بخورم پام رو زدم پپ به گوشه صندلی، ای آخ! رایت؟ این چیه؟ اینم کلنزینگه. پرپس درد توی دنیا is cleansing. میدونی کابالیستا چی میگن؟ من اینو گفتم بارها، خیلی ها خندیدن ولی باز they still, I don't think we still get it. میگن give me more. کابالیستا میگن پامو زدم به این خورد کردم، نه که دوباره به پاشو بزنه. میگه این درد میکنه، give me more. یعنی چی give me more؟ یعنی I need more cleansing. Pain is a blessing. Believe it or not. نه اینکه خدای نکره بخوایم pain داشته باشیم، ولی وقتی که پین میاد، پین از بلسینگ. تنها طوری که من چطور میتونم با درد کنار بیام؟ بعضی وقتا که درد میاد سر وقتمون، انقدر وحشتناک ممکنه باشه، انقدر بده، انقدر سورپرایزینگه که باعث میشه که من به کانسپت اسپریچوالیتیش نگاه نکنم. Right? I have a bad headache. Bad headache. اولین چیزی که به فکرمون میاد چیه؟ برم یه دو تایلنال بخورم خودم راحت کنم. I have a toothache. بهتر برم دنتیستم رو ببینم کبتی دارم، درد مال کبتی است. یا خدای نکرده هر دردی. هر دردی که تجربه میکنی. ببینید یک کانسپتی هست که من فکر کنم انقدر گفتم که این امیر دیگه از دست من کلافه شده. کانسپتی هست به اسم امونا. امونا. سرتنتی. سرتنتی. یعنی چی امونا؟ امونا یعنی چی؟ برای شما امونا چه معنی میده؟ ایمان و اعتقاد. یعنی چی ایمان و اعتقاد؟ به هر اون چی که سر راهمون قرار میگیره من رضام، چون از طرف خداست. اوکی. دیگه چی؟ ایمان یعنی چی؟ یعنی no matter what سازش داشته باشی تو اون غم‌ها و دردها. خودش آدم رها کردن به خدا. خودش رها کردن به خدا. دیگه چی؟ What is ایمان؟ درکش بکنی؟ درکش بکنی؟ قبولش داشته باشی؟ که هر چی که توی زندگیمه زیر نظر کنترل جناب آقای خدا. Whatever comes to my life is from God. درست مثل مادری که داره شربت تلخ رو میده به بچه، is good for it. I have absolute امونا. تنها مسکن درد چیه؟ امونا. یعنی وقتی که من با تمام وجودم قبول دارم که من که پام که امشب کرده به این میزه، I need it. احتیاجش داشتم. was good for me. cleansing. that is certainty. باید بخور. باید میخور. مرسی که پام خورده میمیزه. مرسی که سردرد گرفتم. مرسی که این زخم توی زندگی من هست الان.
مرسی که این مشکل هست، مرسی که من دارم درد میکشم. We don't necessarily have to have pain. Pain indication cleansing. من اگر خودم رو کلنز کنم درد نمیکشم. من اگر خودم رو کلنز کنم درد نمیکشم. ما وقتی که سر درد میگیریم از استرس مال چیه؟ میگیم امروز خیلی روز سختی بود. سر درد گرفتم، استرس داشتم. کی سر درد استرس میگیریم؟ وقتی که فرار میکنم از مشکلاته. وقتی که نمیخوام فیسش کنم. وقتی که نمیخوام باش دیل کنم. میگم فلان کس دوباره اومد تو آفیسم، ای وای من کف کردم. این که میاد من سر درد میگیرم. یعنی چی؟ I'm not willing to deal with it. I'm not willing to accept it. I'm not willing to face it. فرار که میکنم، pain یعنی نور میخواد بیاد توی زندگی من، نور میخواد بیاد توی وصل من، and I'm blocking it. Every time I block the light that wants to come into my life, I have pain. به خاطر همینه که هیچ دوایی تا حالا در فیزیکلی به وجود نیومده که بگن آقا جون تو دو تا تایلنول بخور دیگه هیچ وقت سر درد نمیگیری. No. It's only temporary relief. It's not a permanent relief. دو تا تایلنول بخور، 4 ساعت مورفین هم بزنی 20 دقیقه. Right? یه لاین کوک هم بزنی 5 minutes. بلنس بشه. حس فشار. Right? یه بطر تکیلا هم شب تا صبح بخوری فقط همون شب فردا صبح بلند میشه که هم مورد پین سردرد رایت؟ پا پین ایندیکیشن چیه؟ که نوری میخواد بیاد توی وجود من، نوری میخواد بیاد توی زندگی من، نوره شکار میخواد بکنه، منو میخواد کلنس کنه، منو میخواد روشن کنه، ولی من ترجیح میدم که بشینم توی کامفورت زون خودم دو تا تایلنول بخورم بگم به جهنم که یارو اومد توی آفیس من شالا دیگه پیداش نشه، این 4 تا تایلنول میخورم سرده میشم، ولی دوباره هفته بعد اگه تیکونم باشه دوباره میاد توی آفیس من. اجازه بدید که کلاس امشب رو تا اینجا داشته باشیم. دلم میخواد روش فکر کنیم. یادمون باشه که 3 تا تیکون اصلی داریم. اولیش چی بود؟ عشق. دومیش چی بود؟ forgiveness. و سومیش چی بود؟ Thank you so much.